أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و اشکره و استعینه و استغفره و اتوکل علیه و اصلی و اسلم علی حبیبه و نجیبه و خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته بشیر رحمته و نذیر نقمته سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه وعلى آله الأطيبين الأطهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين وصل على بقية الله في الأراضين أوصيكم عباد الله بتقوى الله و نظم امركم. خداوند علی اعلا را بر توفیق حضور در نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. همه برادران و خواهران عزیز نمازگزار و خودم را دعوت و توصیه می کنم به حفظ تقوای الهی. اگر این اصل را در همه امورمان مد نظر بگیریم، سعادتمان تضمین است و خیرات و برکات الهی نصیب هممان خواهد شد. لذا مأموریم همدیگر را به تقوا سفارش کنیم. عزاداران و سوگواران عزیز، عزاداری ها و سوگواری هاتان مرضی عند الله، شبهای پرنور و روزهای ارزشمند و پربرکت را پشت سر گذاشتین. انشاءالله مورد قبول درگاه حق قرار بگیرد. در خطبه اول فصل دیگری از مصائب اهل بیت که با شهادت سردار شهیدان و یاران با وفایش در قالب اسارت شده شروع شده آغاز شده، یعنی از دهم محرم به بعد فصل دیگر شروع شده و اون اسارت است. به همین دلیل این بار بزرگ که به دوش امام سجاد و زینب کبرا علیهم السلام است، مسئله مهم و مسئله محوری است در شناخت مکتب سید الشهدا. خطبه اول نماز جمعه را با موضوع درس‌های ماندگار از نهضت عاشورا برنامه ریزی کردیم تا در خدمت شما خوبان و مهمانان خداوند و عزاداران این عزای هستی و خلقت باشیم. به همین دلیل در خطبه اول موضوع صحبتمان درس‌های ماندگار از نهضت عاشوراست و در خطبه دوم همان گونه که مستحضرین بر روایت روز 12 محرم، روز شهادت زین العابدین علیه السلام است و روز دفن شهداست.
بیشتر موضوع صحبت ما نقش امام سجاد در طول اسارت و در طول حیات 34-35 ساله بعد از حادثه کربلاست. در پایان خطبه دوم موضوعات اجتماعی و روز را هم مطرح خواهیم کرد. انشاءالله آماده میشیم این موضوعات را در نماز جمعه بشنویم و با هم مرور کنیم و از این نهضت درس های ماندگاری را بیشتر از گذشته در بیاریم و بفهمیم تا انشاءالله حرکتمان در مسیر هدایت و نجات بیش از پیش نزدیکتر و انشاءالله هدفمندتر قرار بگیرد. مسئله اول این مسئله است که عاشورا درس‌های ماندگار دارد. نهضت عاشورا نهضت ماندگار است. خیلی مناسب نمی‌دانم در نماز جمعه از شعر استفاده کنم. علامه بلخی این شخصیت دلسوخته و شاگرد این مکتب که افتخار این مرزوبون بود در تعبیر فرمود تأسیس کربلا برای عزاداری نیست، به تعبیر ایشان دانشگاه فرزندان آدم است. جناب اقبال لاهوری در سروده بسیار زیبا حادثه کربلا را بررسی می کند. در یک بیان نبرد عشق و نبرد عقل را مطرح می کند و از برتری نبرد عشق و عقل سخن می راند و امام حسین را امام عاشقان و فرزند بتول زهرای مرضیه معرفی می کند و سرور بوستان و گلستان رسول الله، تا اونجا که با کلمه الله الله و با عبارات بسیار رسا ذبح عظیم را در کربلا می‌بیند. می‌گوید او بر سرزمین کربلا باران رحمتی بود که بارید و ویرانه‌های زندگی بشر را برای همیشه مورد لطف و باران رحمت و بیداری قرار داد و تا قیامت خطوط آزادی و عزت و انسانیت را ترسیم کرد و این سنگر را برای همیشه در اختیار آگاهان قرار داد و تعبیرش این است: موج خون حسین چمنها ایجاد کرد، گلستانها ایجاد کرد. امروز ما شاهد این چمنها در سراسر دنیا و گیتی هستیم. با توجه به این بیان کوتاه که نماز جمعه بیش از این ظرفیت ندارد، من درسهای ماندگاری از نهضت عاشورا را آرام آرام انشالله مطرح میکنم به دعای شما خوبان که یقین دارم مورد لطف خدا هستین. حضور شما مردم در مجالس عاشورا و محرم و دهه اول در جای جای این کشور و امروز در این مصلا و سایر مصلاها دلیل قانع کننده و بهترین دلیل بر این لطف است که شامل حال شما شده. نگاه ها به کربلا مختلف است. بعضی ها واقعه کربلا را از منظر غم و اندوه می‌بینند. یک طرف مصیبت است، شهادت است، اسارت است. یک طرف ظلم است، شقاوت است، وحشیگری است. ظلم تمام عیار که منجر شد به صحنه های دردناک. درست است
این یک منظر است. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با هزاران و صدها هزار چشم تو را تماشا کنم. از یک منظر کربلا امین است. از منظر دیگری کربلا شجاعت است، دلیری است، مردانگی است، صحنه های بی نظیر از قهرمانی هاست. وقتی یک لشکر، نه یک عده محدود، در مقابل 30,000 نفر قرار می گیرن، پشت به دشمن نمی کنن، فریادشان این است که ما زیر بار ذلت نمی رویم و مثل بردگان فرار نمی کنیم. داستان کربلا از این منظر می شود داستان مردانگی، ایثار انسانها، فداکاری، شجاعت. اما کربلا خلاصه به مردانگی و شجاعت هم نمی شود. در نگاه دیگری کربلا بالاتر از اینها دیده می شود. نگاه بالا و ملکوتی که در ظاهر سنخیت با دو نگاه اول نداره. کربلا صحنه تجلی زیبایی هاست. زیباترین چیز را، زیباترین منظره را، زیباترین صحنه را باید در کربلا دید که بالاتر از مصیبت است، بالاتر از مردانگی و شجاعت است. و اون صحنه است که زینب کبرا بیان می کند: ما رأیت الا جمیلا، من در کربلا جز زیبایی ندیدم. وقتی ابن زیاد از زینب سوال می کند کیف رأیت صنع الله بأخیک و اهل بیتک، خدا با برادرت و خانوادت چه کار کرد؟ این چشم کور و بی بصیرت از زینب وقتی پرسید، بی جوابی داد که دیدگان دلها را در طول حیات بشریت به این زیبایی عطف کرد و کشان و دعوت کرد، فرمود ما رأیت الا جمیلا. حالا کربلا را باید از همه نظرها نگاه کنیم، هم مصیبتش، هم شجاعتش، هم زیباییش. یکی یکی به زیبایی های کربلا اشاره می کنم. در منابر امسال با عنوان یک سرباز این مقوله را مطرح کردم که بعد از این منبرها فقط در مجلس خلاصه نمی شود. خطوط آشنایی با سفینه نجات و چراغ هدایت در مجالس گفته می شود. تکمیل آن در خانه هاست، در مطالعات است، در پژوهش هاست، در پیگیری هاست، در مطالعات عمیق و هدفمند است. حالا من خطوط زیبایی کربلا را به اشاره عرض می کنم. تفصیل ماجرا بستگی داره به سعی و تلاش شما. یک، درس توکل به خدا. یکی از مفاهیم قرآن مفهوم توکل است. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کس به خدا توکل بکنه خدا کافی است. صدها آیه در باب توکل داریم، هزاران، صدها هزار حدیث. این توکل در کربلا به شکل کامل دیده شد، به شکل زیباتر از اون چه که بشر فکر میکنه تا هنوز دریافت کرده. اونهایی که با این مکتب هنوز دل ندادن، به اون نرسیدن، تجلی کرد. اون جایی که امام حسین صبح روز عاشورا در مقابل 30,000 نیروی دشمن قرار گرفت، فرمود اللهم انت ثقتی فی کل کرب، خدایا تو تکیه‌گاه من هستی در هر سختی، و رجایی فی کل شده، در هر
شدت و فشار امید من تو هستی. لا تقنطوا من رحمت الله و انت لی فی کل امر نزل بی ثقت و عده یا و عده، تو نیروی ما هستی در هر بلا. اینجا باید توکل را از حسین و از نهضت عاشورا به عنوان یک درس ماندگار یاد بگیریم. شما مردم با توکل توانستین سنگر کشور را حفظ کنین. اینها را از مکتب حسین یاد گرفتین. آنهایی که به این مرحله و معرفت نرسیده بودن سنگر رها کردن. امروز هم جامعه ولایی و جامعه اسلامی نیاز به این درس عمیق دارد، درس توکل، پناهنده شدن به غیر مسلمان ها، اعتماد به کشورهایی که شعارشان کفر است. این مسیر حسین را فراموش کردن است. اگر دولت ها این کار را کردن ضرر کردن، اگر ملت و مردم و خانواده ها این مسیر را رفتن، مسیر خطایی را پیمودن. باید از نهضت حسین درس های ماندگار گرفت. درس دوم از درس های ماندگار حسین و نهضت عاشورا، درس رضا و تسلیم در برابر پروردگار. امام حسین صدها آیه ای را که درباره رضای خدا نازل شده، انما یخشى الله من عباده العلماء یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راویتا مرضیه، دیگه فرصت نیست. صدها آیه را در کربلا به نظاره دعوت کرد، اینها را به نمایش گذاشت. اونجایی که از اصل به زمین افتاد فرمود الهی رزن به قضائک، خدایا من راضی به دستور تو هستم، به حکم تو هستم. تسلیمن لامرک، من تسلیم امر و برنامه تو هستم. لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. وقتی برادرش محمد حنفیه پیشنهاد کرد برادر این مسیر را نرو، خطرناک است، در مدینه صحبت کرد، خیلی دلسوزی کرد. بعد از رفتن او فردا که آقا را ملاقات کرد، منتظر بود حسین علیه السلام مسیر را عوض کند. فرمود اتانی رسول الله بعد ما فارقتک. این مفاهیم رو باید دنیا مسلمان ها مخصوصا عارفان و اندیشمندان جهان اسلام تعقیب کنند. آی مدارس، آی حوزه های علمیه، آی مصر باستان، فرودگاه وی، مدینه و مدینه مدینه ها، ساکنان مکه، حوزه های کهن، شما را به مطالعه عمیق در درس حسین دعوت می کنم. فرمود من جدم رسول الله را بعد از خداحافظی با شما دیدم. فقال یا حسین اخرج فإن الله قد شاء ان يراك قتيلا، خدا خواسته تو را کشته ببینه، خدا خواسته اهل بیت تو را اسیر ببینه. اینجا بود که برادرش یه گوشه ای از حقیقت را فهمید. محمد حنفیه گفت انا لله و انا الیه راجعون. این درس خیلی عمیق است. دنیا بشریت باید همه نیرو و فکر و توانش را در دانشگاه ها، در مراکز تحقیقات، در پژوهشکده ها جمع کنند تا حسینی شوند، و جز حسینی شدن دنیا را آباد نخواهد کرد. حب الحسین یجمعنا. الله اکبر.
بستری که می تواند زمینه ظهور را آماده کند. تعهد جدی در مقابل آرمان حسین است. تحلیل باید عاقلانه با ایده های قرآنی باشد. درس سوم از درس های ماندگار عاشورا، عمل به تکلیف، مقوله‌ای که متاسفانه مهجور است در گوشه کنار زندگی جامعه اسلامی است. خیلی ها اسیر شعاریم، اسیر تبلیغاتیم، اما عمل به تکلیف که اساس کار است فراموش کردیم. وقتی نامه های مردم کوفه رسید، امام حسین آمد مکه، اصل هدف خودش میفهمه از عبارات قبلی عرض کردم. بعد 18,000 14,000 مهم نیست چقدر نامه آمد. وقتی نامه ها آمد، امام حسین میفهمید مردم کوفه چه کار هستند. تجربه داشت. تاریخ نقل میکنه حسین بالاتر از تاریخ آگاهی داره. میفهمید با پدرش بی وفایی کردن. باز هم آقا بر اساس دستوری که از پیامبر و از جدش پیامبر رحمت و پدرش امیرالمومنین گرفته بود، به این نامه ها پاسخ داد، به تکلیفش عمل کرد. اونی که علی علیه السلام مطرح کرد، بعد از هجران و دوری و 25 سال محرومیت، آقا امیرالمومنین فرمود لولا حضور الحاضر و قیام الحجت بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقار علی کذت ظالم ولا سقب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها. اگر مسئولیت نبود، من ریسمان مسئولیت و حکومت را به گردن شترش رها می کردم. حسین با استفاده از این فرمول آمد به تکلیفش عمل کرد. به خاطر پاسخ به نامه های مردم کوفه حرکت کرد به مسیر که منتهی می شد به کوفه، اما ماجرا طور دیگر برنامه ریزی شده بود. آخر رفت به کربلا. یکی از درس های ماندگار در نهضت عاشورا درس عمل کردن به تکلیف است. دیگر درس، درس اخلاص در عمل است. صدها آیه، دهها آیه داریم، همه در پایان ضرر میکنند الا عبادک منهم المخلصین. شیطان همه را میتواند بفریبد جز بندگان مخلص خدا را. خیلی از انبیا با عده‌ای بودن، اما در پایان کار اونها را رها کردن، توفیق همراهی با انبیا پیدا نکردن. یاران حسین در اوج اخلاصن. اگر امروز این مکتب اینقدر انرژی دارد، اون انرژی اخلاص است که با امام حسین و یاران امام حسین این مفهوم قرآنی ماندگار شد. در دعای امام زمان سید الشهدا حافظ هدایت معرفی شده، تهوت الهدا، تو هدایت را حفاظت می کردی. حفظ هدایت جز با اخلاص با چیزی دیگر امکان ندارد. یکی از مقوله هایی که به شدت امروز در جامعه اسلامی مخصوصا در رأس حرم کم دیده می شود، رهبران کشورها باید اخلاص داشته باشند. رئیس جمهورهای کشورهای اسلامی باید اهل معرفت و اخلاص باشند. الناس علی دین ملوکهم. وقتی رئیس جمهور کشور اسلامی در مقابل کفر تبلیغ می کند و تملق می کند و کرنش می کند، جامعه اسلامی در ذلت و خاری قرار می گیرد. اینها باید حسینی شوند. اینها باید در مجلس حسین حضور پیدا کنند. رهبران مذهبی در رأس امر باید قرار بگیرند.
مجالس حسینی مخصوص این جمع نیست، اگرچه اینها در عالم معنا خوبان دنیا هستند، اما من سفارش میکنم رهبران، پیشوایان، زعمای کشورهای اسلامی بیایند از حسین درس بگیرند که حقیقت قرآن در قیام حسین نهفته است. امیر المؤمنین فرمود والله یا والذی بعثه بالحق، با اون خدایی که پیغمبر را مبعوث کرد، به حق مبعوث کرد، همه تان غربال می شوین، همه تان زیر و رو می شوین، همه تان آزمایش می شوین به شکل که بالایه ها پایین می روند، پایینی ها بالا می روند، تا مخلصین و اونهایی که برای خدا کار انجام می دن اونها شناخته شوند. بگذرم یکی از درس های ماندگار عاشورا، درس ایثار و فداکاری است که نمونه های در کربلا داره. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. نمونه این فداکاری در کربلا یاران ابی عبدالله است. فرصت ایجاب نمیکنه. امر به معروف و نهی از منکر یکی از درس های ماندگار کربلا است، نهضت عاشورا است. کنتم خیر امه اخرجت للناس، درباره امر به معروف است. حسین فرمود اینی لم اخرج عشرن ولا بترا، من برای بی‌نظمی، برای رسیدن به قدرت، برای پیروی هوای نفس قیام نکردم. ولا مفسدن ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاسلام فی امت جدی. معروف بالاتر از قرآن نیست. این معروف در کربلا تجلی کرد و بیمه شد. قیام حسین از مدینه تا کربلا و تا شام و کوفه تا برگشت آل الله در مدینه تفسیر موضوع امر به معروف و نهی از منکر است. ظلم است. به قرآن اگر این مقوله دنبال نشود، این بیان اگرچه از هنجر شما و از با حمایت شما مردم است، اما خطوط قرآن است. یکی از درس های ماندگار عاشورا مسئله امر به معروف و نهی از منکر است. موضوع دیگر مبارزه با نجات پرستی که درد کشنده کشورهاست. تبعیض، نجات پرستی، همونه که قرآن فریاد میزند یا ایها الناس، ای مردم. امروز درد نجات پرستی کشورهای مترقی دنیا را به جهالت جدید، به جهالت که در قالب فرهنگ معرفی می شود نشان می دهد. تبعیض نژادی این جاهلیت جدید است. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. اونجایی که می فرماید پیامبر خدا یا ایها الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لأحمر على اسود ولا لأسود على احمر الا بالتقوى. رنگ خون باعث بالایی و برتری نیست. کربلا یکی از درس‌هایش درس مبارزه با نجات پرستی است. در کربلا شهید سیاپوست هم مورد لطف امام حسین قرار می‌گیره. صورت حسین بالای صورت او قرار می‌گیره و علی اکبر که از خون و از رحم آل الله و از صلب امام حسین از همون گونه نوازش می‌شود. امروز دنیا به این درس ماندگار و شدت نیاز دارد. جان غلام آزاد شده سیاپوست آفریقایی با فرزند امام حسین متفاوت برخورد نمی شود. این است که دنیا عاشق
این درس و این نهضت و این درس های ماندگار است. آخرین یا بخشی از آخر عرض کنم، پایبندی به اصول انسانی، آزادی و عزتمندی درس های دیگر کربلاست که انشاءالله تفصیل این درس ها را همون گونه که عرض کردم با مطالعه، با دقت و با پیگیری انشاءالله بیشتر آشنا شویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام علی محمد رسول الله و علی علی امیر المؤمنین و علی الصدیقة طاهرة و علی الحسن والحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح. ائمه المؤمنین، بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. عرض تسلیت دارم خدمت صاحب عزا مولامان صاحب الزمان. اجل الله تعالی فرجه الشریف به مناسبت این ایام، روز 12 و 13 محرم که شاهد رویدادهای جانسوز و مهم تاریخی هستیم، از جمله شهادت زین العابدین سید الساجدین، صاحب زبور خاندان نبوت، صحیفه سجادیه، خواهر قرآن و شاهد مراسم دفن اجساد شهدا در این ایام هستیم. به همین مناسبت ها صحبت و در واقع خطبه دوم را در موضوع امام سجاد علیه السلام از کربلا تا شهادت تنظیم کردم. نقش حضرت در زندگی نگه داشتن عاشورا چی بوده، چگونه در جمع اسرا حضور داشتند، خطبه های حضرت از کربلا تا مدینه، شهادت زین العابدین، حضور حضرت برای تدفین اجساد شهدای کربلا که در اسارت بود برای دفن شهدا به کربلا آمد، همه اینها موضوعات مهم است که در این خطبه به اونها اشاره میکنم. خب پدر معلوم است، مادر شهربانو دختر یزدگرد سوم، متولد سال 38 هجری یا 36 هجری در مدینه بود. شهادتش یا 12 ماه محرم است یا 18 یا 25 محرم، بعد از 34 یا 35 سال در مدینه، حدوداً 22 یا 24 سال همراه پدر بود در کربلا، 22 ساله یا 24 ساله بود. 35 سال بعد از پدر امامت را به عهده داشت، با 5 نفر از ظالمترین حاکمان اموی هم دوره بود، از یزید تا ولید تا
معاویه ابن یزید، مروان ابن حکم، عبدالملک ابن مروان و آخرین حاکم ظالم ولید ابن عبدالملک بود. امام سجاد اگر معروف شده به امام بیمار به خاطر مصلحتی بود که مدت کوتاهی به اساس اراده الهی بیماری عاید حالشان شده بودند. بعد از برگشت از کربلا 35 سال امامت و زعامت جامعه اسلامی را عهده‌دار بودند. اینه که به حضرت نسبت امام بیمار می‌دهند یک ذهنیت منفی است، فداکاری‌های حضرت ستودنی است. اما نقش حضرت در زنده نگه داشتن قیام عاشورا بعد از شهادت آقای امام حسین علیه السلام، آقا برای روشن کردن اذهان عمومی و ویرانی هایی را که حکومت بنی امیه به وجود آورده بودند و مشروعیت را که درست کرده بودند، حضرت با حضورشان در جمع اسرا همه این بناهای پوشالی و کاذب را ویران کردن، کار را به جای رساندن. در سفر کوتاه اسارت در کوفه و شام که خیلی ها نادم شدن، من نمونه های را عرض میکنم. خطابه های آتشین امام چهارم علیه السلام 15 قرن تأثیرگذاری تبلیغات را منفی کرد. حضور ایشان در جمع اسرا که بعضی ها نوشتن 64 زن و طفل اسیر یا 84 تعداد اسرا را نوشتن، کودکان را بین 12 تا 14 نوشتن، اونچنان اثرگذار بود که همه این 64 یا 84 عضو اهل بیت تبدیل شدن به کانون تبلیغ و معرفی کربلا. طفل بی اجازه امام اشتارم خرما قبول نکرد. گریهشان، شعارشان، نشستنشان، صحبت کردنشان با هدایت امام چهارم علیه السلام بود. وضعیت خیلی دلخراش بود. وقتی اهل بیت را منتقل کردن از کربلا به سمت کوفه، به سمت شام، این امام به این عظمت را بر حیوانی بسته بودن. شکمهای پاهای حضرت را از زیر شکم حیوان که برهنه بود به هم بسته بودن. اینجا صحنه های سخت را تاریخ نقل میکنه. کار به جایی رسید که بی بی زینب نگاه کرد امام چهارم در حال جان دادن است. بر اساس یک برنامه الهی حدیث ام ایمن را با حضرت خان، نه اینه که حضرت نمی فهمید، برای که دنیا را آگاه کنه، فرمود فرزند برادر، یادگار برادر، امروز اگر این بیابان شاهد این اجساد است که سرهاشان جدا کردن، بعد از مدتی این سرزمین قبله دلها می شود. این حضور ارزشمند امام چهارم علیه السلام است. سخنان انقلابی و مندگار امام چهارم علیه السلام بخش دیگری از اثر و از برکات این امام علیه السلام است. من یکی دو نمونه را عرض کنم. وقتی امام چهارم علیه السلام را به مجلس عبیدالله، حالا یا روز 12 یا 13 در داخل مجلس عبیدالله زیاد برد، مجلس مملو از شخصیت ها بود. برخورده که زین العابدین علیه السلام اونجا انجام داد،
بی نظیر بود. سوال کرد اسمت چیه؟ حضرت فرمود اسم علی. میدانیم هم زین العابدین علی است، هم علی اکبر که در کربلا به شهادت رسیده بود علی بود، و هم علی اصغر که در دستان و در آغوش امام حسین به شهادت رسیده بود. عبیدالله سوال کرد اسمت چیه؟ بعد از لحظاتی آقا فرمود اسم علی. گفت که علی را که مردم خدا در کربلا کشت، شروع کرد جبر گفتن، کشتن حضرت علی اکبر و شهادت علی اکبر را به خدا نسبت داد، میخواست مردم و لشکر را تبرئه کنم. آقا فورا سراغ قرآن رفت. بعد از یک لحظه سکوت، الله یتوفى الانفس حین موتها، این آیات خواند. بعد فرمود که درسته خدا جانها را میگیرد، اما برادرم علی را در کربلا ظالمانه کشتم. این خودش یک دریای از معارف است. بعد از آیات که تلاوت کرد عبیدالله بیچاره شد، نگاه کرد گفت که این اسیر اینقدر با شهامت صحبت میکنه، جرأت داره به ما این گونه پاسخ بده. دستور داد جلاد بیاید. جلاد آمد که سر آقا زین العابدین را جدا کند. اینجا بود که زینب کبرا وارد شد، صدا زد فرزند زیاد، عبیدالله این همه ظلم به ما کردی، این همه بیرحمی کردی، حالا یادگار رسالت را میخواهی از بین ببری و به شهادت برسانی؟ فرمود والله تا من زنده هستم تو جرأت این کار را نداری. این حضور امام سجاد علیه السلام در صحنه های مهم است. بگذارین من صحنه دیگری را نقل کنم. وقتی وارد شام شد، در مسیر راه مسائل زیاد است، اهل بیت را به خرابه بردن. پیرمردی که در مسجد بود یک نگاهی به امام سجاد کرد. اینطوری تبلیغات شده بود، تبلیغاتی که امروز هم متاسفانه ما شاهدش هستیم، واقعا شاهدش هستیم. خیلی ها محرومن از مجالس عاشورایی. چرا؟ چون درست نشنیدن. امام سجاد وارد شام شده، مرکز قدرت اموی ها، وارد مسجد شد. پیرمردی مخلص مشغول دعا و ثنا و مناجات، شکر خدا کرد که شما در مقابل خلیفه خلاصه طغیان کردین و خدا شما را به سزای اعمالتون رساند. امام سجاد نگاه کرد پیرمرد فریب خورده، دور از واقعیت است. به آرامش فرمود که آیا قرآن میخوانی؟ من این بخش را آرام بگم تا انشاءالله از طریق شبکه ها، از طریق خلاصه امکاناتی که امروز بشریت دارن به گوش جهانیان برسد، به این امید حرف میزنم. آقا امام سجاد فرمود این آیه را خوندی؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا. خدا به پیغمبر میفرماید یا رسول الله به مردم بگو من اجر رسالت از شما نمیگیرم جز دوستی خانواده‌ام. پیرمرد گفت چرا خواندم؟ اما به شما چه ربطی دارد؟ امام فرمود که خیشاوندان پیامبر را میشناسی؟ گفت نه. حضرت فرمود این اسرایی را که میبینی این قربای پیغمبر است، این خیشان پیامبر است. حضرت فرمود که آی مرد این آیه را خواندی؟ و آتی ذل قربا حقه، سوره اسراء آیه 26، حق خیشاوندان و نزدیکانت را پرداخت کن. خدا به پیغمبر میفرماید. مرد شامی گفت مگر شما ذل قربای پیغمبرین؟ حضرت فرمود بله. حضرت فرمود این آیه را خواندی؟ آی علما
آی خطیبان نمازهای جمعه جهان اسلام، چرا در محرم این آیات و این برخورد زین العابدین را نمیگوین؟ چی جواب دارین فردای قیامت در پیشگاه خدا؟ ولا تلبس الحق بالباطل ولا تکتم الحق و انتم تعلمون. امام سجاد فرمود این آیه را خوندی؟ واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. سوره انفال آیه 41. مرد شامی گفت بله خواندم. امام فرمود مراد از ذوی القربا در این آیه ما هستیم. قرآن باید محور تبلیغ باشه. حضرت فرمود این آیه را خواندی یا نه؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آیه 33 سوره احزاب. خدا اراده کرده که گناه و پلیدی را از شما اهل بیت دور گرداند و شما را به گونه بیمانن پاک گرداند. آی مرد شامی، آیا در میان مسلمانان جز ما اهل بیت شناخته شده است؟ الان من سوال میکنم غیر از خانواده امام حسین و فرزندان امیرالمومنین آیا مصداق کامل اهل بیت وجود داره؟ متوجه شد مردی سال خورده و کهنسال که آنچه را درباره این اسیران شنیده، اسیران را خارجی معرفی کرده بودند. من شعر نمیخوانم برای که مقام نماز جمعه را خیلی بالا میدانم. زینب گاهی میفرمود قرآن روی نیزه زینب، قرآن بخوان، قرآن بخوان تا اینا بفهمن ما طرفدار قرآنیم، ما سرباز قرآنیم. پیرمرد فهمید اون چی درباره اسیران شنیده نادرست است، اینا را خارجی معرفی کرده نادرست است، اینا فرزندان رسول الله بوده، اینها نزدیکترین انسانها به رسول الله بوده. با شرمساری دستایش را به طرف آسمان بلند کرد. آی مردم، من خدا را گواه میگیرم، دلسوزی میکنم، علما، سخنرانها، بزرگان شهرها و کشورهای اسلامی، به خدا قسم نصیحت میکنم، به والله دلسوز کشورم، اینها را بگین کشور یک پارچه شود، تبدیل به یک انرژی مثبت شود. شیطان در آستانه ظهور انرژی مؤمنان را در اختلافات داخلی مدیریت می کند. پیرمرد دستا را به طرف آسمان بلند کرد. بگذارید از این کسی که با دستان و بیان زین العابدین تحول پیدا کرد عوض شد بخوانم. اللهم اینی اتوب الیک، خدایا من به سمت تو می آیم. اللهم اینی اتوب الیک، خدایا من برگشتم. اللهم اینی اتوب الیک، خدایا من توبه کردم من عداوت آل محمد. از دشمنی خاندان پیامبر. و ابرو الیک ممن قتل اهل بیت محمد. چه جمله گفت، چقدر عوض شد. ولقد قرأت القرآن منذ دهر، عمری قرآن خوانده بودم. فما شعرت بها قبل هذا اليوم، قبل اليوم، اما قرآن را نفهمیده بودم قبل از امروز. یک حضور، یک نگاه باعث شد این آدم مسیری حرکتش عوض شود. خوب است همه ما با دقت، با دل دادن به کربلا و به عاشورا مسیرمان عوض شود. صحبت ها فراوان است، بیش از این نمیتوانم صحبت کنم.
یارانه می کند. دو نکته را عرض بکنم. یکی مسئله گره مشکلات کشور است. امروز باید کار کنیم گره ها باز شود، از همه ملت ما، از دولت و ملت. ما باید با مدیریت خردمندانه و مدیریت کلان زمینه رشد و تعالی کشور را در همه عرصه ها پیدا کنیم. اون راه تعامل است، اون راه مبارزه است به شکل جامع و همه جانبه. نباید زمینه فقر، زمینه سختی، زمینه مشکلات، زمینه دورماندن از پیشرفت ها را بیش از این فراهم کنیم. باید زمینه تعامل با جهان را فراهم کنیم تا جهان دیگه بهانه برای به رسمیت شناختن نداشته باشند. امروز به هر دلیل کشور در یک شرایط سخت قرار گرفته. ما باید این صدها را بشکنیم. آموزش دختران باید راه پیدا کند. کار زنها به شکلی که با حجاب و عفت و با شخصیت زنها تج نداشته باشد پیدا شود. کار و درآمد برای ساکنان این سرزمین باید با درایت و عقلانیت برنامه ریزی شود. نمی شود اینها را در نظر نگیریم. محرم مثل سالهای گذشته با شکوه برگزار شد. الحمدلله حادثه ای نبود. دشمن خیلی تلاش کرد و جزء برنامه های دشمن بود که محرم را، این فرصت را تبدیل کند به یک آنارشیزم، به یک تقابل. الحمدلله نشد. اما بعضی از شرایطی که پیش آمد کم و بیش زمینه را برای تبلیغات دشمن فراهم کرد که باز هم خوب و کامل موفق نشدن. این دشمنان این سرزمین است، دشمنان محرم بود. خیلی آمدن در مجالس بعضی ها را سوجه کردن. آقا افغانستان همه مردم به امام حسین عقیده دارن. من سخنرانی های دانشمندان مسلمان اهل سنت را دیدم در شبکه ها. ما در این کشور شیعه و سنی عزاداریم. در همین بلخ، در ولسوالی بلخ، روز چهارشنبه در یک منطقه بیش از 1000 خانواده میزبان عزاداری امام حسین بودند. در ولسوالی بلخ، در منطقه قریه ده رازی، بالای 1000 نفر اینها مجلس گرفتن برای حسین و من توفیق سخنرانی اونجا داشتم در کنار عالمان اون منطقه. این منحصر به بلخ نیست. اما گاهی دشمنان زهراف افغانی میکنن، دشمنان تبلیغات میکنن، جامعه اسلامی را فکر میکنن به امام حسین عقیده ندارن. مسیر یزید معلوم است، مسیر کفر است. هر که با حسین است مسیر اسلام و مسیر قرآن را دنبال میکنه. من خواهشم از مسئولین این است، اینه که روزهای آخر با بعضی از خلاصه فراز و فرودها مواجه شدیم، رای حلش تعامل است، همدلی است، صحبت با کسانی که این مجالس با اونها بیشتر اعتماد داره تا فضاها را دشمن وسیله اختلاف قرار نده. خیلی
خوب مدیریت شد. اونهایی که در کشورهای دور زیر تبلیغات قرار میگیرن متاثر میشون، فضای داخل افغانستان را بد جلوه میدن، اینها حسینی نیستن. اما خواهشم این است، همون گونه که به مجالس خدمت کردن، امنیت گرفتن، تا پایان عزاداری ها این تعامل ها ادامه پیدا بکنن. ما امروز تازه مراسم دفن شهدای کربلا را داریم، ما شهادت امام زین العابدین داریم، 40 پیشی رو داریم، همه اینا مجالس ماست، نیاز به همکاری داره. رای حل مشورت است، رای حل با هم صحبت کردن و برنامه ریزی است. تشکر میکنم از همه همکاری ها، از عزیزانی که در هر فضای محرم را معرفی کردن و به عنوان یک عضو این کشور، یک فرزند این مادر، در همه صحنه ها توجه دارم، این صحنه را هم توجه کردم. دسیسه هاست، توطئه هاست، دنبال ایجاد فتنه هستن، رای حلش رفاقت است، رای حلش همدلی است. امیدوارم که با همدلی بتوانیم همه این صحنه ها را مدیریت کنیم. خدایا فرج مولامان برسان، خدایا جهان اسلام و انسانیت را با مکتب هدایت و نجات امام حسین آشنا بگردان. خدایا پروردگارا توفیق سربازی در این مکتب، فداکاری نصیب دولت و ملت و همه مردم افغانستان بگردان. خدایا پروردگارا این مکتب را وسیله نجات و سربلندی و عزت این مملکت و این حکومت و بیداری این جامعه بفرما. خدایا خیلی ها التماس دعا دارن، مریض دارن، حاجت دارن، خدایا لحظات استجابت دعاست. کسانی که مد نظرم، خدمتگزاران به اسلام، به مسلمین، این مردم سرفراز و با غیرت که با حضورشان مجالس و نمازهای جمعه را تعظیم کردن، همه را مریضدارها، حاجتدارا را حاجت روا بفرما. خدایا سربازان امنیت کشور ما توفیقاتشان روزافزون بگردان. سربازان این مجالس، خدمتگزاران این محافل را عزت دنیا و آخرت عنایت بفرما. فرج آقا و مولای ما برسان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اللهم صل على محمد.